بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وعلى أعدائهم لعنة الله أجمعين. آغاز میکنیم جشن و همایش موعود مهربانی ها که به همت جوانان هیئت امام حسین علیه السلام صورت گرفت. عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود. عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود. عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود. شرط می بندم زمانی که نه زود است و نه دیر، مهربانی حاکم کل مناطق می شود. استاد عزیزی که دعوت کردیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد سید مهدی حائری قزوینی هستند که از اساتید مسلم حوزه علمیه قم، مترجم کتاب شریف مکیال المکارم، مترجم کتاب المحجه مرحوم بحرانی با نام سیمای حضرت مهدی در قرآن، همچنین شرح زیارت آل یاسین رو با نام میثاق منتظران منتشر کردند. مقالات فراوانی از ایشون داریم، به ویژه در دایره المعارف تشیع، که میدونید نوشتن مقاله برای دایره المعارف بسیار دشوار و سخت هست و شرایط خاصی رو میطلبد. همچنین در همایش دو سالانه دکترین مهدویت صاحب یکی از مقالات برگزیده هستند. با ذکر صلوات از ایشون دعوت میکنم که تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته جامع شمل الدين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنده هم خوش وقت هستم که این فرصت فراهم شد که در باره وجود مقدس مولامون و ولی نعمت بزرگمون حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف انجام وظیفه کرده باشم. انشاءالله که عرایضی که بیان می شود مورد امضای نورانی خود اون بزرگوار باشد و مورد استفاده همه عزار محترم و بینندگان عزیز قرار بگیرم. خیلی متشکرم حضرت استاد. دوست داریم موضوع صحبت رو حضرت عالی اختصاص بدید، با توجه به تخصص و تألیفات فراوانی که در این زمینه دارید، به موضوع مسئولیت و وظایف ما منتظران اون حضرت. و سوالی که من طرح میکنم این هست که ما شیعیان بر اساس آموزه‌های دینیمون و وعده‌هایی که اهل بیت دادن، معتقد هستیم که امام زمان حکومت جهانی و گسترده تشکیل میدن و علل قاعده ما شیعیان پیروان اون حضرت باید وظایفی داشته باشیم، مسئولیت‌هایی به عهده خود داریم. حالا برای ما بفرمایید که این وظایف و مسئولیت‌ها چی هستند؟ البته موضوع مسئولیت یه موضوع بسیار حساس و مهمی است در شرع مقدس اسلام. ما می‌بینیم آیات کریمه قرآن تأکید دارند بر موضوع وظیفه و مسئولیت و تأکیدات بسیار هست که روز قیامت همه مورد سؤال قرار می‌گیرند. از جمله خداوند می‌فرماید ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. یعنی حتما ما
هم افرادی را که به سوی اونها پیامبران فرستاده شدند ازشون سوال میکنیم، هم خود انبیا را، خود مرسلین را. بله. افراد مرسل، پیامبران مرسل هم مورد سوال قرار میگیرند فردای قیامت. یا اینکه در آیه کریمی دیگر میفرماید وقفوهم انهم مسئولون، که در مقام عرضه مباحث قیامت میفرماید اونجا روز قیامت اعلام میشود که اینها رو نگه بدارید، اینا مورد سوال قرار میگیرند. یا اینکه در آیه کریمی دیگر میفرماید لا یسألو عما یفعل و هم یسألون، خداوند از چیزی مورد سوال قرار نمیگیرد. بله. ولی بقیه همه مورد سوال قرار میگیرند. اینا نمونه هایی از آیات، البته آیات دیگران هست. و اما در کلمات معصومین علیهم السلام روایت هست که آقا امیرالمومنین صادق فرمودند در کتاب شریف نهج البلاغه خطبه 165 حضرت فرمودند اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاع والبهائم، یعنی تقوای خدا را پیشه کنید در بندگان خدا و در بلاد خدا، که شما مورد سوال قرار خواهید گرفت حتی نسبت به بقعه های زمین و حتی نسبت به چارپایان، نسبت به حیوانات. و در این رابطه شراح نهج البلاغه البته توضیحاتی دادن به این که سوال می شود که چرا مثلا در این شهر شما منزل کردید، چرا جای دیگه نرفتید، در صورتی که انسان در دارالشرک اقامت بکنه، جایی که نمیتونه وظایف دینیش رو انجام بده باید به جای دیگه منتقل بشه، هجرت بکنه به دارالاسلام، شهرهای مسلمان نشین. یا اینکه نسبت به زمینهایی که اگر انسان اونها رو معطل گذاشته که یا خودش باید احیا بکنه یا دیگری احیا کنه، و این همینطور معطل گذاشته، نه خودش احیا میکنه نه میگذاره دیگری مثلا اون رو احیا بکنه. یا نسبت به بهائم، نسبت به حیوانات که حق نداره انسان اینا رو حبس کنه، آب و غذاشون رو نده. در روایات هست هم از طرق ما نقل شده هم از طرق عامه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یک زنی رو خداوند متعال عذاب کرد به سبب یک گربه ای که این گربه رو حبس کرد، نگذاشت این گربه بره از منابع زمینی و اینها استفاده کنه، و این حیوان رو حبس کرد تا اینکه این حیوان مرد، تلف شد. به خاطر یک گربه خداوند متعال او رو در عذاب جهنم میسوزاند. یا در یه روایتی هست که پیغمبر اکرم یک روزی آمدن وارد مسجد بشن، دیدن یه شتری رو در مسجد خوابوندن، اقال بستن در حالی که بار روی این حیوان همینطور هست. فرمودن که به صاحب این شتر بگویید که خودش رو آماده کند برای پرس و سؤال فردای قیامت، که چرا تو این حیوان رو بارش رو به اصطلاح تخلیه نکردی، حیوان وقتی که میبندن باید بار روی او نباشه. اینا به عنوان مقدمه عرض کردم که ما که اینقدر در دین مقدس اسلام اهتمام هست به امر وظائف، و وقت تا چه رسد به کسی که حجت خداست بر مردم، اون کسی که وجود مردم به وجود او بستگی دارد، بقاء مردم به حیات او بستگی دارد، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. خب مسلم ما وظائف فراوانی در قبال اون حضرت داریم که طبعا این وظائف رو عده‌ای از علمای ما در کتاب‌های جداگانه‌ای و بعضی هم در فصل‌های از بعضی کتاب‌هاشون اینها رو تشریح کردن و بیان کردن. استاد اگر ممکنه چند مورد از این آثار رو، چون حضرت عالی مترجم یکی از مهمترین این آثار بله. کتاب میکیال المکارم هستید، موارد دیگر رو هم بر ما نام ببرید. بله، عرض شد که ظاهراً اولین کتابی که در این زمینه تألیف شده، البته اینا از منابع قبلی گرفتن، این کتاب‌های
گذشتگان از مجوامع مهم حدیث این وظایف در اونها هست، منتها به سبک قدیم، به سبک و سیاق محدثین گذشته. اما اول کسی که تحت این عنوان اثری رو تدوین کرده است، اونطوری که ما در به اصطلاح آثار و کتاب ها به نظرمون رسیده، مرحوم دبیر الدین صدر الاسلام همدانی است، شیخ علی اکبر صدر الاسلام همدانی از شاگردان مرحوم حاج میرزا حسین نوری است. بله. ایشون متوفای سال 1309 هستند. کتابی دارند به نام تکالیف الانام فی زمن غیبت الامام، که این کتاب البته به زبان فارسیه ولی اسمش عربیه، به سبکی که قدیم بله علما اینطور انجام میدادن. در این کتاب ایشون 60 وظیفه رو تقریبا تشریح کردن. این وظایف فردی که ما داریم نسبت به امام زمان ارواحنا الفدا، اینا چه وظایفی هست، اینا رو از احادیث و روایات جمع آوری کردن و در این کتاب به زبان فارسی است این کتاب، و با نام فارسی هم در سالهای اخیر مکرر چاپ شده با عنوان پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی. این اسم فارسی که بله. او کتاب گذاشتن. کتاب دیگر همونطوری که فرمودید کتاب مکیال المکارم. کتاب مکیال المکارم البته اساس کار بر محور دعا برای تعجیل فرج است. استاد قبل از اینکه ادامه بدید، بین اهل فضل و اهل قلم معروف هست که این کتاب به درخواست خود حضرت تألیف شده، تایید میکنید این رو؟ بله، در مقدمه کتاب مؤلف این مطلب رو تصریح فرموده، این که در عالم رؤیا آقا امام زمان ارواحنا الله فدا به ایشون فرمودند این کتاب را بنویس و به عربی هم بنویس و اسم اون را بگذار مکیال المکارم، که این اسم رو هم امام زمان تعیین کردن. بذار بندم ترجمه کردم به فارسی، اسم رو عوض نکردیم، یعنی اسم فارسی رو این کتاب نذاشتیم به لحاظ تبرک به کلام خود آقا امام زمان ارواحنا الله الفدا. و این کتاب در دو جلد منتشر شده که 8 بخش دارد، 8 باب داره. در یکی از بخش‌های کتاب که آخرین بخش باشد، ایشون حدود 90 وظیفه در زمان غیبت امام زمان بیان کرده. این وظایف ما در زمان غیبت امام زمان ارواحنا الله الفدا تا حدود 90 وظیفه رو ایشون به اصطلاح تشریح کردن. البته لزوما این نیست که اینها که آقایون مرقوم فرمودن، این علمای بزرگ، منحصر باشد در اینها، بلکه چه بسا انسان وقتی که ممارست بکنه وظایف دیگری رو هم میتونه به دست بیاره. دیگر از آثاری که در این رابطه تألیف شده کتاب وظیفت الانام فی زمن غیبت الامام هست، باز از همین مرحوم صاحب مکیال المکارم هست، مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی. دیگر از کتاب ها که در این رابطه تألیف شده کتاب وظیفه مردم در عصر غیبت امام زمان، تألیف مرحوم آیت الله شیخ قوام الدین وشنوی قومی است که چند سال پیش ایشون از دنیا رفتن. اینها از آثاری است که جداگانه در این زمینه تألیف شد. تا بعضی از علما هم به قسمتی از وظایف پرداختن و اینها رو در یک کتاب تألیف کردن، بعضی هم در ضمن کتابشون همونطور که اشاره کردم یه فصلی رو و بخشی رو اختصاص دادن. مثل اینکه عرشبت مرحوم آیت الله شیخ محمد باقر فقیه ایمانی، ایشون کتابی دارن به نام لواء الانتصار که اسم فارسیش که چاپ شده کتاب فارسیه، و اما اسم عربی ایشون گذاشتن، اسم فارسی که موقع چاپ ویراستاران روی این کتاب گذاشتن شیوه های یاری حضرت مهدی آل محمد علیه السلام.
عجل که این یک بخش از وظایف ما هست، مسئله یاری کردن امام زمان، که ما امام زمان را وظیفه داریم که یاری کنیم. خب این که میخوایم امام زمان را یاری کنیم، به چه صورتی این یاری و کمک باید انجام بشه؟ بله حضرت استاد استفاده کردیم، آیا این وظایف را میشه دستبندی کرد؟ مثلا به ما بفرمایید در 3 محور 4 محور میشه اینها را دستبندی کرد که بعد وارد تک تک این محورها و فصلها بشیم؟ هر شبت که بعد 2-3 دستبندی رو در این رابطه انجام دادم. یکی از محور احکام شرعی، تقسیم بندی احکام شرعی، ما احکام شرعی 5 قسم داریم: واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح. یعنی هر عملی رو که ما تصور بکنیم یکی از این عناوین برش منطبق است. یا این عمل واجبه بر ما، یا این عمل بر ما حرامه که نباید انجام بدیم، یا این عمل مستحبه یعنی بهتر اینه که انجام بدیم و ثواب و فضیلت داره، یا اینکه این عمل مکروه و خوشایند شرع نیست که انجام بدیم، منتها اینطور نیست که اگر انجام بدیم ما رو عذاب بکنن، یا اینکه عمل مباحه، یعنی هیچ یک از این عناوین قبلی برش منطبق نیست، یعنی که شرع مقدس ما رو مختار قرار داده است در این رابطه که میتونیم مثلا این کار رو انجام بدیم. مثل فرض بفرمایید که آب خوردن در حالات عادی، البته آب خوردن، غذا خوردن، اگر اون عناوین برش منطبق نشه که فرض کنید مثلا غذای حرام باشه، اون میشه حرام. بله. یا فرض بفرمایید که برای حفظ جان گاهی واجب میشه غذا بخوریم مثلا، بله، که واجبه، واجب میشه. یا بعضی از غذاها مثلا مستحب، اجابت دعوت مؤمن باشه یا جهت دیگری باشه، مثلا امثال اینا. اگر هیچ یک از این عناوین نباشه، یک نیتی جهتی نباشد، این میشه مباح. در رابطه با امام زمان هم ما 2 وظیفه داریم، یعنی 2 بخش از وظایف داریم از این زاویه در امور شرعی. بله، یکی وظایف واجب داریم، یک وظایف مستحب داریم. این یک محور بحث ما در باب وظایف راجع به آقای امام زمان، یعنی محور اول در امور شرعی است. بله. یک زاویه دیگر و محور دیگر این است که ما وظایفمون در قبال آقا امام زمان عجل الله فرجه و شریف مطابق با تمام آموزه های شرع مقدس باز کیفیت پیدا می کنه و اونها عبارتند از عقاید و اعمال و اخلاق. یعنی ما یک قسمت از آموزه های شرعی هست که در رابطه با اعتقادات، عمل قلبی هست، اعتقاد هست، باورهایی که ما داریم. یک قسمت در رابطه با عمل و رفتار ما هست. یک قسمت در رابطه با حالات و صفات و ویژگی هایی است که ما باید داشته باشیم یا نباید داشته باشیم. در هر سه از این محورها وظایفی ما داریم در قبال امام زمانمون ارواح اونا تراب مقدمی الفدا. بله. بسیار عالی. اگر اجازه بفرمایید اون محور اول که مربوط به مسائل شرعی است و امور واجب هست که باید هر یک شخص شیعه و هر منتظری باید اونها را انجام بده، وارد این بحث بشیم. حضرت عالی برای ما از این واجبات بگید. هر شبت که یه چند مورد رو برای نمونه بنده یادداشت کردم که اینجا عرض می کنم. اولین وظیفه واجب ما معرفت امام زمان است، که معرفت امام زمان محور اصلی تمام واجبات دینی هم هست، برای اینکه اگر کسی امام زمان رو نشناسه، طبق روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. من مات و لم یعرف امام زمانی
مات میتتن جاهلیه. پس ما وظیفه داریم که در جهت معرفت امام زمان اقدام کنیم و معرفت رو تحصیل بکنیم. حالا مراتب معرفت هم طبعا مختلف است و انسان باید اکتفا نکنه به معرفت درجه پایین، بلکه هر چه سعی بکند که معرفتش رو نسبت به اون حضرت بیشتر و فزونتر قرار بده. منتها واجب اون قسمت به اصطلاح شناخت امام علیه السلام هست، به اینکه امام زمان ما الان زنده است و روزی ظاهر می شود، دنیا را پر از عدل و داد می کند. این رو باور داشته باشیم، نه اینکه معرفت ما در حد این باشه که مثلا ما بدونیم، فرض کنید که امام زمان فرزند کیست، مثلا مادر حضرت نامش چیست، خصوصیات از این قبیل، چون اینها رو بسا که غیر شیعه هم اینها رو بلد باشن بدانن، ولی این معرفت نیست. معرفت اون باور و اعتقاد و به اصطلاح پذیرش هست، تصدیق هست. یکی دیگه از وظایفی که بر عهده ما هست در زمان غیبت، انتظار فرج امام زمان، که این انتظار طبعا ابعاد مختلفی داره، که انتظار فرج امام زمان وظیفه هر فردی هست. بله. ما باید امید داشته باشیم به اینکه اون حضرت ظاهر می شود، دنیا رو پر از عدل و داد می کند و چشم براه این روز موعود بوده باشیم، چون این وعده الهی هست و وعده الهی تخلف ناپذیر هست. پس ما باید همیشه چشم براه این وعده و تحقق این وعده الهی بوده باشیم. بله. دیگر از جمله وظایف واجب ما این است که معتقد باشیم به نیابت خاصه امام زمان در عصر غیبت صغرا و نفی نیابت خاصه در زمان غیبت کبرا. اینکه زمان غیبت صغرای امام زمان حضرت 4 نایب خاص داشتند که اینها یکی پس از دیگری به وظایف خودشون رفتار کردند و از این دنیا رحلت نمودند. بعد از وفات 4 نایب خاص امام زمان که علی ابن محمد سموری باشد، آقا امام زمان در توقیعی که به نام ایشون صادر فرمودند نزدیک وفات، به ایشون ابلاغ کردند که به شیعیان اعلام کند که دیگه غیبت تامه واقع شد و اگر کسی ادعای مشاهده کند، مشاهده یعنی همین نیابت خاصه، الا فمن ادعى المشاهده قبل صیحه و قبل خروج سفیانی فهو مفترن کذاب، کسی که ادعای نیابت خاصه بکند این دروغگو و لافزن هست و باطل ادعا میکند. این رو ما باید معتقد باشیم تا اینکه فریب خدای نکرده افرادی رو نخوریم که ادعای باطل میکنند. دیگر از وظایف واجب ما در عصر غیبت امام زمان، که البته این وظیفه در غیر زمان غیبت هم هست، منتها زمان غیبت امام علیه السلام این وظیفه مؤکدتر هست، توبه از همه گناهان است و پرهیز از معصیت و گناه، برای اینکه ما باید خودمون را آماده کنیم برای اون حکومت عدل و داد، اون حکومتی که در اون روزگار از گناه و معصیت و ظلم و ستم خبری نیست. دیگر از وظایف ما در زمان غیبت امام زمان تبری از دشمنان دین، که ما باید این بیزاری از دشمنان را داشته باشیم. اگر کسی بیزاری از دشمنان دین نداشته باشد، در حقیقت منتظر امام زمان نخواهد بود. عرض شد که دیگه از وظایف ما در زمان غیبت دعا برای فرج امام زمان هست و این دعا وظیفه عمومی هست بر همه شیعیان، یعنی جزء واجبات. بله، طبق فرموده آقا امام زمان که به صورت امر فرمودن و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم، یا روایات دیگری که در این زمینه هست و نشان دهنده این معناست. و از جمله در کتاب مکیال المکارم
نقل می‌فرماید ایشون از یکی از علما و بزرگان که در عالم رؤیا امام حسن مجتبی علیه السلام رو می‌بینند. آقا امام مجتبی علیه السلام می‌فرمایند به شیعیان ما بگویید که دعا کنند از برای فرج نهمین فرزند برادرم که حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف باشد. بعد حضرت فرمودند و این دعا مانند نماز میت نیست که واجب کفایی باشد، بلکه مانند نمازهای یومی است. یعنی اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام تنظیر میکنند به نمازهای واجب یومیه. این نمازهای واجب یومیه اگه بنده نماز صبحم بخونم از شما ساقط نیست، از بینندگان محترم ساقط، اونام باید نمازشون رو بخونن. اما نماز میت اینطور نیست. نماز میت یه نفر بخونه از گردن بقیه ساقط، فقط یک نفر کفایت میکنه که نماز بر میت بخونه. و اما از جمله وظایف مستحب، وظایف مستحب هم فراوان که یکی از اونها دعا برای فزونی و تداوم معرفت هست، که مستحب به انسان این افزایش معرفت را که در اون بخش اول عرض کردم، خود اصل معرفت واجبه که انسان تحصیل کنه، دنبال کنه با مطالعه، با مراجعه و تحصیل معرفت نسبت به امام زمان داشته باشه. حالا که معرفت نسبت به امام زمان حاصل شد، اضافه این معرفت را باز از خدا بخواد، تقاضا بکنه خدا معرفت من رو کامل تر کن نسبت به امام زمان و ادامه داشته باشد این معرفت، یعنی تا دم مرگ من عارف به حق امام علیه السلام باشم. دیگر از وظایف مستحب درخواست و آرزوی دیدار امام زمان، که ما باید مشتاق دیدار امام زمانمون باشیم و این رو از خداوند تقاضا بکنیم، و این هم در دعاهای متعددی یاد شده، از جمله در دعای شریف عهد میخوانیم که وکح الناظری به نظرت منی الی، خدایا چشم مرا به سرمه دیدار اون حضرت سرمه بکش و نورانی کن. کنایه است، این معنا کنایه، یعنی که چشم مرا نورانی کن به دیدار امام زمانه. خب اگر چنون که دیدار امام زمان در عصر غیبت میسر نبود، این دعا معنا و مفهومی نداشت و لغو بود. بله. دیگر از وظایف، این در واقع توضیحی است برای اون سخن که در آغاز فرمودید در توقیعی که حضرت نوشته بودند. بله. که مشاهده به معنی نیابت هست در این توقیع. بله. نه به معنی نفی هر گونه. بله. حالا تعبیری شاید بهتر به کار ببریم، کرامت. چون ما در روایت داریم کسی نباید ادعای دیدار بکنه. کذب الوقاتون هم یه اشارات مختصری به این موضوع داره. بله. خب اون کذب الوقاتون مربوطه به وقت گذاری، به وقت گذاری و بله. دیدار و ارتباط. اما دیدار عرض که دیدار امام زمان غیر از ادعای مشاهده است که عرض کردم. من میخواستم بله. این ادعاهایی که امروز فراوان بله. هستن و ادعای دیدار میکنن، حتی بعضا توقیت میکنن بله. یه دکون بازاری برای خودشون بله. باز کردن تو این موضوع. بله. چون که دیدار امام زمان از ناحیه ما میسر نیست بله. بلکه به اراده و عنایت خود حضرت ممکن است. یعنی ما نمیتونیم دیدار داشته باشیم مگر اینکه او بخواد. بله. اگر کسی ادعا کنه بگه من امام زمان را میبینم و میتوانم باز ببینم، این تکذیب میشه. بله این تکذیب میشه. بله که کسی که ادعا بکند ادعای مشاهده را به این معناست. درست. اما اینکه اگر چون چه احیانا کسی تشرفی داشته از خدمت حضرت، شخص صالحی هست، شخص متدینی هست، مورد وثوق هست، کما اینکه علمای برجسته ما از زمان گذشته از شیخ کلینی گرفته تا زمان ما در کتاب‌هاشون نوشتن مواردی را، افرادی را که اینا دیدار آقا امام زمان برای اونها حاصل شده و در کتاب شریف کافی است باب من رعا، یا در کتاب شیخ صدوق هست، یا النجم الثاقب، النجم الثاقب هست، عرض شود که جنت المأوا هست، بحار الانوار هست، کتاب های فراوان دیگر بله. که دیدار حضرت
برای افراد ممکن است در عصر غیبت، منتها با مقدماتی که خود اون حضرت عنایت بکنن، نه اینکه انسان، البته اشتیاق، اظهار اشتیاق و دعا و درخواست و دنبال کردن اینا مؤثر هست و مفید هست، اما علت تامه نیست. علت تامه خود حضرت هست که عنایت کنن که انسان حضرت رو ادامه وظایف را حاجقا در خدمت شما هست. عرضت که وظیفه مستحب سوم، وظایف بسیار، من برای نمونه چند مورد رو اینجا انتخاب کردم: تجدید بیعت با امام زمان و تعهد یاری اون حضرت در هر روز یا هر بعد از هر نماز و یا دست کم هر جمعه. ما در دعای عهد که از ناحیه ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده این مطلب رو میبینیم که ما مناسب هست که هر روز تجدید عهد بکنیم با امام زمان. اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. که اعلام وفاداری نسبت به امام زمان، بیعت با امام زمان همه روزه مناسب هست که انسان داشته باشه، بلکه بعد از هر نماز مناسب است، چون که در بعضی از دعاها هست که بعد از هر نماز واجب انسان این دعا رو بخونه و یکی از آثارش بعضی از دعاها این است که تشرف نسبت به محضر آقای امام زمان حاصل میشه. برای یکی دیگر مطالعه کتب معتبر و سودمندی که در رابطه با آقای امام زمان تألیف شد، که یکی از اونها کتاب ارزشمند کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق که شما در اول بحث اشاره فرمودید در رابطه با کتاب مکیال المکارم که به دستور آقای امام زمان تألیف شده، یکی دیگر از کتابایی که به دستور حضرت تألیف شده همین کتاب کمال الدین است. این کتاب اکمال الدین هم باز گفته شده. بله احسنتون، بعضی اکمال الدین و بعضی کمال الدین تعبیر کردن. بله. برای که چاپ که شده با عنوان کمال الدین چاپ کردن، بیشتر معروفه. و اما در منابع و مآخذ بعضی تعبیر به اکمال الدین کردن. احسن عرصبت که این کتاب باز به دستور آقای امام زمان تألیف شده و حضرت به شیخ صدوق در عالم رؤیا فرمودن که غیبت‌های پیامبران پیشین را در این کتاب بیاور. سلام علیکم. که انبیاء گذشته هم اینها غیبت داشتن، عده‌ای از انبیاء علیهم السلام، و غیبت امام زمان یک امر منحصر به فرد نمی باشد. حضرت استاد زمان ما بسیار محدوده، جناب عالی هم از دو وظیفه دیگر یاد کردید، یعنی دو زاویه دیگر نگاه کردید به وظایف. من میخوام کلام شما را ببرم و بیشتر بهره ببریم از شما در اون دو محور دیگر که بحث اعتقادی عملی اخلاقی هست و دیگری بحث خودسازی و دگرسازی و زمینه سازی. با محدودیت زمانمون هم بخونه. عرض شد که زاویه دیگر که عرض کردم، یعنی این از جهت تقسیم بندی و فهرست. بله. بندی این تفاوت رو داره. بله. بحث مفصل. بله. اصل بحث و جوهر بحث یک، این که عرض شد از این زاویه میتوان بر سه قسم تقسیم کرد وظایف. قسم اول وظایف اعتقادی و قلبی هست که اینها شامل همون معرفت هست، امید به ظهور امام زمان هست، اینکه انسان هر چقدر هم که غیبت طولانی بشود عقیده اش رو از دست نده نسبت به امام علیه السلام، یکی از بلاهای آخر زمان همینه. تسلیم بودن در برابر فرمان الهی است. به اینکه حتی لا اقول لما و کیف و ما بال ولی الامر لا یظهر و قد ملعت الارض جورا، در یکی از دعاها میخوانیم این رو از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده، به اینکه ما نمیباید چون و چرا بکنیم که پس چطور شد، چرا امام زمان نمیاد، چرا دیر کرد، چرا این طور شد،
اینها رو چون و چرا کردن در کار خدا و در مسئله امام زمان، این باطل است. پس وظیفه ما داریم که در مقابل امام زمانمون و در مقابل فرمان خداوند تسلیم باشیم. تسلیم باشیم. اینها قسمتی از وظایف اعتقادی و قلبی است. قسم دوم وظایف عملی است که ما در رفتارمون و در گفتارمون اهتمام داشته باشیم در مسیر امام زمان و در خط امام زمان خودمون رو قرار بدیم. مثلا نماز اول وقت، این نماز اول وقت در عین حالی که یه وظیفه الهی است بر ما، در عین حال در حقیقت کمک امام زمان هم است. پس در رابطه با امام زمان هم هست، چون که امام زمان اول وقت نماز میخوانند، ما باید تأسی پیدا کنیم به امام زمانمون، سعی کنیم که ما هم اول وقت نمازمون رو بخونیم، خشوع در نماز داشته باشیم، یا در گفتارمون خدای نکرده کلمات نامناسب به زبان جاری نکنیم، معصیت خدا با این زبانمون انجام ندیم، یعنی عملمون کاملا مناسب و همسوی حضرت احسنت. اینا در زبانمون، در چشممون، در اعضا و جوارحمون، این وظایف نسبت به امام زمان اینها حاصل بشود، به اینکه یاری کنیم امام زمان را با انجام وظایف شرعی و الهی. سوم وظایف اخلاقی است که در حالات و صفات در رابطه با امام زمان ما تکبر نورزیم. علیاذ بالله، کسی که نسبت به امام علیه السلام کبر بورزد، این در حد شرک و کفر. یا اینکه نسبت به امام زمان حسد نداشته باشیم، یا نسبت به امام علیه السلام حقد و کینه نداشته باشیم. این صفات و حالات، یا نسبت به یاران و دوستان امام زمان، اون هم مهمه که ما نسبت به دوستان امام زمان هم سعی باید بکنیم که اگر این حالتهای ناجور در ما هست، اینها رو از خودمون دور کنیم. یا از اون طرف صفات خوب رو در خودمون اجرا بکنیم، صفات اخلاقی، مثل اینکه صبر و بردباری در زمان غیبت و تحمل سختی های دوران غیبت امام زمان، یا عرض شود که بخشندگی نسبت به بندگان خدا، یا فروتنی نسبت به شیعیان و دوستان اهل بیت، پیروان اهل بیت علیهم السلام و امثال اینها، اینها رو در خودمون اجرا بکنیم و تطبیق بکنیم. بله استاد، محور سوم رو بفرمایید برای ما. بله، محور سوم همونطور که عرض کردم در سه عنوان هست. یکی خودسازی هست که تهذیب و تکمیل نفس، که ما در رابطه با وظایف شخصی و فردی ما این وظایف رو میبینیم که بر عهده ما هست، که سعی بکنیم ما خودمون رو تهذیب بکنیم، خودمون را پاکسازی کنیم از اموری که منافی با اون مقام امام علیه السلام و خدمتگزاری نسبت به امام هست، شؤون امام زمان هست. سعی بکنیم که یه رفتار و روشی را داشته باشیم که امام زمانمون از ما راضی باشد و اون روش را در ما بپسندد. این در رابطه با شخص خودمون. در محور دوم وظایف ما در رابطه با دیگرسازی. دیگرسازی یعنی افراد دیگری که اینها باز جزو شیعیان هستند، جزو دوستان اهل بیت علیهم السلام هستند، منتها به گونه ای اینا غافل هن از امام زمان. که بعضی هستن که اینا برای امام زمان دعا نمی کنن، خب ما توجیهشون کنیم که اونا برای امام زمان دعا کنن. یا گاهی از اوقات بر اثر بعضی از حوادث، رویدادها، مشکلات، ممکن است که افراد متزلزل بشن در اعتقادشون نسبت به امام زمان. ما در ذیل آیه کریمه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر این نکته رو می خوانیم که و تواصوا بالحق یعنی یک دیگر را به حق سفارش میکنن، یک دیگر را به صبر سفارش میکنن. یعنی ما همدیگر رو باید به حق سفارش بدیم، در پا
پایداری برای اعتقادمون نسبت به امام زمان همدیگر را کمک بکنیم، یاری کنیم. این ارتباط با دگرسازی هست و همچنین یکدیگر را به صبر و استقامت در زمان غیبت امام زمان که مبادا خدای نکرده به سبب طولانی شدن غیبت ما دوچار تزلزل بشیم در اعتقادمون یا در رفتارمون و اعمال ناپسندی انجام بدیم. محور سوم باز در رابطه با همین وظیفه، البته بد نیست که عرض کنم در رابطه با دگرسازی، همین تشکیل مجالس اهل بیت علیهم السلام یا شبکه های راجع به اهل بیت علیهم السلام، اینها یکی از مصادیق دگرسازی است که ما در این جهت سعی و تلاش بکنیم که دیگران را هم در مسیر و در خط امام زمان ارواحنا لطفدا قرار بدیم. عنوان سوم زمینه سازی است. زمینه سازی یعنی همه مردم دنیا رو سعی بکنیم که ما مهیا کنیم برای انتظار فرج امام زمان و توجیه اونها نسبت به عقیده صحیح مهدویت، عقیده به اون منجی آسمانی، منجی عالم بشریت که خداوند متعال او را ذخیره قرار داده است، و سعی بکنیم که عقاید فاسد رو از مردم دور بکنیم، اعتقادات حقه را به مردم القا بکنیم، ارشاد بکنیم اونها را، افرادی که اینا مسلمان نیستن اینا رو به اسلام دعوت بکنیم، به امام زمان دعوت بکنیم، و افرادی که بدعت گذار هستن احیانا خدای نکرده مدعیان باطل، اونایی که ادعای مهدویت بکنن، ادعای بابیت میکنن، اینها رو ما معرفی کنیم در جامعه تا اینکه زمینه ظهور آقا امام زمان ارواح الفدا در عالم هرچه بیشتر فراهم بشه. خیلی متشکرم حضرت استاد، از صمیم قلب از طرف خودم و حاضران در مجلس و احیانا بینندگانی که این برنامه را از طریق گیرنده های ماهواره‌ای تماشا میکنن سپاسگزاری میکنم. به طور خلاصه و ایجاز عرض میکنم که حضرت عالی وظایف رو در سه محور اساسی تقسیم بندی کردید. یک محور مربوط میشود در واقع به امور شرعی که بعضی از آنها واجبند و بعضی مستحب. وظیفه های دیگر، گروه دیگر از وظایف شامل مسائل مربوط به اعتقاد یا به عمل یا به اخلاق، و سومین محور وظایف رو درباره بحث خودسازی یا دگرسازی یا زمینه سازی، یعنی این کلیت بحث حضرت عالی، ضمن اینکه دعا برای اون حضرت رو و یاد کردن اون حضرت رو بیشتر از دیگران بهش اهمیت دادید، یا بگیم حداقل در آغاز بحث به این مفصل پرداختیم. من از شما ممنون هستم و عزیزان بیننده که ما را همراهی میکنند، به ویژه حاضران در مجلس. بله حاج آقا، یک دعایی بفرمایید که آخرین برنامه ما هم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و لعن و اهلک عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین. امیدواریم که انشاءالله همیشه ما دعا برای امام زمان رو داشته باشیم، چه در نمازمون، چه در تعقیب نمازمون، چه در مواقع دیگر. مظان اجابت اهتمام به دعا برای فرج امام زمان، انشاءالله غفلت نکنیم. امیدواریم خداوند متعال فرج اون حضرت را تعجیل بگرداند. پروردگارا ما را جزء یاران و سربازان امام زمانمون قرار بده. موانع ظهور امام زمان را برطرف بفرما. مقدمات فرج حضرتش را فراهم بفرما. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.